واکنش هراس‌آلود جمهوری اسلامی به تحولات لبنان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز ادعا کرد که اعتراضاتی که در چند روز گذشته در لبنان صورت گرفته است از بیرون تحریک می شود. وی گفت به نظر می رسد برخی افراد در لبنان با تحریکات خارجی به دنبال اغراض خاصی هستند که پسندیده نیست. این در حالی است که شبکه امریکایی فاکس نیوز در گزارشی درباره اعتراضات لبنان گفت بدون شک این حزب الله است که مسائل را در حکومت اینجا لبنان تعیین می کند. همه جا شعارها علیه رژیم ایران است. مردم رابطه حزب الله با رژیم ایران را به خوبی میفهمند. میدانند که رژیم ایران نفوذ خود را در کشورهای منطقه گسترش داده است. بنابراین مردم لبنان خیلی حساس هستند تا ببینند کسی که سر کار میآید با رژیم ایران رابطه‌ای نداشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه رژیم ملاها روز دوشنبه درباره کنفرانس بین‌المللی برای کمک به لبنان که با پیشنهاد فرانسه برگزار شد نیز گفت برخی کشورها با ریاکاری تلاش کردند با مردم لبنان همدردی کنند. اگر این کشورها برای اهداف سیاسی بخواهند این موضوع را دستاویز کنند قابل قبول نیست. در همین حال اعلام شد که وزیر دادگستری لبنان هم در اقدامی مشابه وزرای مستضعفان از سمت استفاده داده است. این سومین وزیر لبنانی است که از زمان وقوع انفجار بیروت استعفا می‌کند. همچنین زمزمه‌هایی از احتمال استعفای وزیر کشور طی امروز هم وجود دارد. کنفرانس اینترنتی اهداکنندگان کمک به لبنان با شرکت رهبران دیگر کشورهای قدرتمند جهان و به میزبانی مشترک امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و سازمان ملل متحد روز یکشنبه 19 مرداد برگزار شد. در این کنفرانس علاوه بر ایالات متحده کشورهای بریتانیا، آلمان، اسپانیا و سوئیس و همچنین اتحادیه اروپا نیز متحد شدند به لبنان کمک کنند. به گزارش صدای آمریکا رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این کنفرانس تاکید کرد که قدرت‌های جهان وظیفه دارند از مردم لبنان که پایتخت کشورشان در انفجار سهمگین اخیر ویران شده است پشتیبانی کنند، چرا که آینده آن کشور در خطر است. پیشتر اعلام شده بود که رئیس جمهور فرانسه از پرزیدنت ترامپ خواسته است که برای کاهش نفوذ رژیم ایران به لبنان کمک کند. به گفته ناظران جمهوری اسلامی از تحولات لبنان به شدت نگران هستند. تظاهرات روز گذشته در بیروت که با آتش زدن مؤسسات دولتی همراه بود، نگرانی بسیاری در جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این ارزیابی امروز از جانب شماری از کارشناسان امور خاورمیانه در رسانه‌های اسرائیلی مطرح گردید. آنها نوشتند آشوب سیاسی در لبنان ممکن است در مسیری پیش رود که ممکن است همه سرمایه‌گذاری‌های سنگین رژیم ایران برای به وجود آوردن و تقویت حزب الله را برباد دهد. در همین حال سفر اخیر رئیس جمهور فرانسه به بیروت بازتابی وسیع در رسانه‌ها داشته است. گفته می‌شود که فرانسه برنامه‌هایی برای آینده لبنان در دست اجرا دارد. بنا به گزارش شبکه خبری فرانس 24، مکرون در گفتگوی تلفنی از ترامپ درخواست کرده که با کمک به مردم لبنان مانع از غرق شدن لبنان شود. او تلاش‌های خود را ناظر بر هدف بازسازی این کشور اعلام کرده است. مکرون گفته است فرانسه تلاش خواهد کرد که کمک‌های گردآوری شده مستقیما به مردم و نهادهای غیر دولتی تحویل داده شود. برخی منابع در جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه با ابراز نگرانی گفتند که تحویل مستقیم کمک به مردم عملاً هدف تضعیف و حزب حزب الله را دنبال می‌کند. سایت اعتماد آنلاین در مقاله تحت عنوان خواب‌هایی که مکرون برای آینده لبنان دیده است، مدعی شده که سیاست فرانسه در لبنان برای این کشور و منطقه ویرانگر خواهد بود. به گفته این منبع، یکی از اهداف مکرون در لبنان تبدیل بیروت به منطقه خلأ سلاح شده از حزب الله است. همچنین فرانسه خواستار تعطیلی همه انبارهای سلاح و مؤسسات حزب الله در بیروت است. در ادامه این مقاله از کنترل بین‌المللی بیروت توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و حتی از کنترل فرودگاه بین‌المللی بیروت نیز سخن گفته است. رادیو پیام اسرائیل در تفسیری با عنوان یک فاجعه بزرگ در لبنان میتواند سرآغازی برای بیرون راندن رژیم ایران از منطقه باشد اعلام کرد. اکنون یک فرصت طلایی به وجود آمده که کشورهای غربی دست همکاری به یکدیگر و دست همیاری به ملت لبنان بدهند و حکومت فتنه‌گر کنونی ایران را از آن کشور اخراج کنند. بسیاری از مردم لبنان نیز برای شرکت در این امر مهم آمادگی دارند. پاسخ احمدی نژاد به سخنان پرویز فتا درباره ملک ولنجک.
دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران اعلام کرده احمدی نژاد هیچگاه درخواستی برای در اختیار گرفتن ساختمان به بنیاد مستضعفان نداده و دفتر برنجک را خالی خواهد کرد. در اطلاعیه این دفتر آمده این محل در آبان 1392 با انتخاب و پیشنهاد و دستور رئیس وقت بنیاد مستضعفان و با یک قرارداد به دفتر احمدی نژاد داده شده و محلی متروکه بوده که بعداً بازسازی شده است. دفتر احمدی نژاد مدعی شده او همواره آماده بوده این دفتر را خالی کند و سال گذشته پس از گرانی زمین و مسکن پیشنهاد خالی کردن این دفتر را داده، اما پیشنهاد تخلیه از سوی بنیاد به آنها داده نشده است. دفتر احمدی نژاد در ادامه اطلاعیه خودآورده است در سال 96 او به رهبر انقلاب پیشنهاد داده همه دارایی‌های بنیاد مستضعفان فروخته شود و میان مردم خصوصا محرومان توزیع شود. در انتهای اطلاعیه آمده احمدی نژاد زیر دین و بار هیچ فرد یا گروهی نمی رود و آمادگی داریم این دفتر را خالی کنیم و خالی خواهیم کرد. گفتنیست شب گذشته پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در گفتگوی تلویزیونی گفت احمدی نژاد در ملک 1800 متری بنیاد مستضعفان در برنجک دفتر دارد و افسوده بود اگر آقایان مدعی مردم داریند باید ملک بیت المال را پس بدهند. البته اطلاعیه دفتر رئیس جمهور پیشین روشن نکرده اگر برای داشتن دفتر در برنجک درخواستی نداشته است چرا بنیاد به او در این منطقه دفتر داده و چرا او پذیرفته و اگر آماده خالی کردن دفتر بوده چرا تاکنون آن را خالی نکرده است. سخنان پرویز فتاح از شب گذشته تاکنون جنجال‌های زیادی را به راه انداخته است. پیش از احمدی نژاد هم شاهین دخت ملاوردی و معصوم ابتکار به سخنان فتاح اعتراض کردند و از تلویزیون درخواست کردند طبق قانون به آنها فرصت دفاع بدهد. اظهارات شامگاه دیروز پرویز فتاح واکنش‌هایی از سوی معصومه ابتکار، شاهین دخت ملاوردی و دفتر محمود احمدی نژاد را به دنبال داشته است که همگی ادعای فتاح را تکذیب کردند. ملاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت آقای فتاح شما را به سلامت نفس می‌شناختم. کاش در جایگاه مهمی که قرار گرفته اید در روایت‌هایتان بیش از پیش دقیق‌تر و مسئولانه‌تر باشید تا با مغلطه طوری وانمود نشود گر حکم شود گر مست گیرند. به این نوشته که به زودی فتاح جوابیه این مؤسسه یعنی مرکز تحقیقات و مطالعات زنان رو دریافت خواهد کرد. معصوم ابتکار نیز با اشاره به دیانت پرویز فتاح او را متهم کرده که ادعاهای اشتباه مطرح کرده است. معصوم ابتکار معاون کنونی حسن روحانی در امور زنان و خانواده در چند توییت در این رابطه نوشت یکی از اشتباهات آقای فتاح همین که 5 میلیارد برای ساختمان مؤسسه مطالعات زنان رفته نه به حساب کسی. مؤسسه هم دفتری را بر اساس قیمت کارشناسی برای کار زنان خریداری کرده. من و خانم ملاوردی هیچ کدوم مسئولیت اجرایی در مؤسسه نداشته و نداریم. برای تخریب و اتهام زنی با کلمات و ارقام بازی نکنید. این هم پاسداری از بیت المال با یک دزد لباس شخصی. مجلس جدید خامنه‌ای به ریاست پاسدار قالیباف امروز با تایید انتصاب مرداد بسپاش به ریاست دیوان محاسبات مالی جمهوری اسلامی گام بلند دیگری در راه نهادینه کردن دزدی و چپاول و تقلب برداشته است. اکثریتی که در مجلس ولایت به انتصاب بسپاش رأی داد خود مرکب از افرادی است که شخصا در دزدی‌ها و غارت بیت المال دخالت فعال داشتند و اکنون وظیفه خود می‌دانند از فردی که مثل خود آنهاست دفاع کنند. مرداد بسپاش امروز در مراسم معارفه خود دیوان محاسبات را اصلی‌ترین نهاد نظارتی مالی در جمهوری اسلامی خواند و گفت برای نظارت دقیق و سختگیرانه در دیوان محاسبات با کسی شوخی ندارد. رئیس جدید دیوان محاسبات جمهوری اسلامی مأموریت اصلی این نهاد را نظارت سختگیرانه و پاسداری از بیت المال خواند و اعتراض‌ها به انتصاب خود را رد کرد. اظهارات این اختلاسگر بدنام قائم مقام پیشین بنیاد تعاون سپاه پاسداران در حالی است که مدارک و مستندات زیادی درباره جعلی بودن سوابق تحصیلی و کاری او فاش شده است. رئیس جدید دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف فعالیتش همواره با حاشیه‌های سیاسی و اتهامات گسترده مواجه بوده است. یکی از مهمترین پرونده‌های مطرح درباره او به سال 94 باز می‌گردد که محمد اشرفی اصفهانی رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری خبر داد که بسپاش به اتهام فساد و زمین‌خواری به 5 سال حبس محکوم شده است. مشخص نیست که سرنوشت این حکم قضایی به کجا انجامید. علاوه بر این درباره عملکرد مهداد بسپاش در شرکت‌های خودروسازی سایپا و پارس خودرو و همچنین معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام گزارش‌های رسانه‌ای زیادی مبنی بر وجود فساد و تخلف منتشر شده است که واکنشی از سوی مقام‌های قضایی در پی نداشته است. نکته قابل توجه و مهم درباره کسی که به پست حساسی مانند دیوان محاسبات منصوب می شود این است که وظیفه اش جلوگیری از فساد مالی و بیت المال است.
و اگر مستنداتی درباره تخلفات و مدارک جعلی وی برای رسیدن به این پست ارائه شده، یعنی آدم پاکی نیست.